محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب قائدی. یک روز پس از وقوع این حمله، مقامات مسکو همچنان مدعیان اوکراین پشت حمله بوده نه داعش، به رغم رد این اتهام از سوی کیف و واشنگتن در همون ساعات اولیه. کرملین دنبال چیه و هر چه که هست چه تأثیری روی سرنوشت جنگ می‌گذاره، یا بهتره بگیم روی رویارویش با ناتو؟ درود به شما و مخاطبین برنامه. خب روسیه در میانه یک جنگ با اوکراین هست. بعد از تصرف آفدیوکا در موقعیت تهاجمی قرار گرفت و در بیش از 900 کیلومتر از مرزهای شرقی این آمادگی پیشرفت رو داشت، در نقاطی پیشرفت کرد حتی. اما اطلاعات دیگه هم داریم که روسیه داشت نیروهای خودش رو تقویت میکرد و عضوگیری جدید میکرد برای اینکه یک حمله بزرگ به اوکراین رو ساماندهی کنه. الان روسیه خودش رو میتونه به عنوان قربانی یک عملیات تروریستی معرفی کنه و کشوری که قربانی هست، پشت این نقاب قربانی میتونه رفتارهای خارج از تناسبی رو در میدان جنگ انجام بده، بدون اینکه خیلی نگران این باشه که در واقع ملامت کشورهای دیگه متوجهش خواهد بود. اما به غیر از این میتونه یک انگیزه به سربازهای روسیه هم بده برای اینکه در میدان جنگ خشونت بیشتری به خرج بدن و خب پیشروی‌های روسیه رو تقویت کنن. من به غیر از این عامل به نظرم چند عامل دیگه هم مهم هستن. یکی اینکه آقای پوتین بمب‌گذاری‌های آپارتمانی سال 1999 رو یک محملی تبدیل کرد برای اینکه خودش رو به عنوان ناجی مردم روسیه معرفی کنه و جنگ دوم چچن رو در واقع شروع کنه و اون رو توجیه کنه. الان هم در میانه جنگ آقای پوتین از این فرصت استفاده خواهد کرد برای اینکه خودش رو به عنوان ناجی مردم روسیه در میانه یک جنگ خطرناک توصیف کنه. جدا از اون، غم و شادی‌های ملی معمولاً فرصت‌هایی هستن برای اینکه دولت‌ها استفاده می‌کنن برای تقویت یک پارچگی و اتحاد ملی. حتماً که آقای پوتین و دولت ایشون از این فرصت استفاده خواهد کرد برای اینکه یک پارچگی ملی و اتحاد رو در روسیه تقویت کنه. به غیر از این عوامل، بعد از مرگ الکسی نوالنی، صداهای معترضین به جنگ و منتقدین آقای پوتین در روسیه اینها بالا رفته بود. بنابراین آقای پوتین از این فرصت حتماً استفاده خواهد کرد برای اینکه این صداها رو تضعیف کنه و سرکوب کنه، جامعه مدنی روسیه رو بیشتر به سمت خودسانسوری پیش ببره. و در نهایت اینکه ما میدونیم که عوامل این حمله عوامل اسلام در واقع تندرو بودن و داعشی خراسانی بودن. اما اگر که در واقع در مورد برنامه ریزان این نمیتونیم شاید به قدرت و قوت صحبت کنیم، اگر که برنامه ریزی این با یک سازمان امنیتی بوده باشه که عملیات های مشابهی رو در اروپا شروع کنه، آقای پوتین میتونه این رو به عنوان یک فرصتی در واقع بهره‌برداری ازش کنه برای اینکه در چارچوب یک در واقع وضعیت مقابله با تروریست، تنش خودش با اروپا و آمریکا رو در میانه جنگ در واقع مدیریت کنه و بتونه از این پلتفرم استفاده کنه برای مدیریت روابط خودش با اروپا و آمریکا. ممنون از همراهیتون. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر.